دکتر سیاه بفرمایید. سکریوها، سکریوها ستارگانی که می درخشند و دنیا را به تاریخ می بخشند. سکریوها، شوالیه های شجاع در فاجرهای سیاه. ما دلاوران سبزی یک هدف داریم، عشق در قلب، قلب رو در روی قلب، عدالت در قلب، عدالت در قلب. میخواهم زنده بمانم، جوانی کنم، اما نه به هر قیمتی. قیمت من گران است. در برابر زندگی شرف خود را نفروشم، ارزان نفروشم، ارزان نفروشم. سپریوها می درخشم تا افشاری قلبم جهان را بدرخشانم، جهان را بدرخشانم. من قافل سالارم و این قافل را ترک نمی کنم، این قافل را ترک نمی کنم. پای شرافتم هستم تا زمانی که جانم مرا ترک نکند، جانم مرا کاریوها. صدای قلبم را بشنوید، دوستتان دارم. فریاد سکوتم این است، شاید فردا نباشم. هوشیار باشید و دل به هوس‌ها و هرس‌ها نبندید. کاریوها، به نام قوت دهنده قلب های قدرتمندی که عشق را در دامنه سرخش قرار داد تا خونی بجوشد و عشق سپیدی پدیدار آید. سلام، سلام بر شما منتظران حقیقت. یه شبایی هست آسمون رو میبینی پر از ستاره است، دوست داری آسمون رو ببینی. این دوست داشتنت کی زیاد میشه؟ وقتی که بین این هزاران ستاره میبینی یکی دوتا ستاره چشمک میزنن، خود نمایی میکنن. این ستاره ها باعث میشن اون یکی دوتا ستاره همون ستاره های شبای قبلن که آسمون حال نمیده نگاش کنی ها، ولی اون شب تو جمع ستاره ها جذاب میشن، زیبا میشن، قشنگ میشن. سکاریوها، با حضور شما ستاره ها زیبا و جذاب میشن. اگه شما ها نباشید، نه من زیبا هم، نه من جذابم، نه سکاریوها. دمتون گرم، ممنونم. دوست دارم برم باشگاه، هزینه هم آنچنانی بالاست. من چه کردم؟ من با این تفکر، با این ایدئولوژی، با این نگاه دیدم که این بچه ها، جوان ها، نوجوان هایی که هستن دورن از این موقعیت و میرن در نتیجه سراغ قلیان کشی، سراغ ولگردی، سراغ عیاشی. من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که گفتم حداقل با ورزش و علم روح اینا رو، روان اینا رو پاک نگه دارم. اگر روزی کسی پیدا شد گفتن ما به خاطر نداشتن هزینه مالی، استاد روزی
نداشتن پول. رفتیم به بیراهه، شماها میزنید تو دهنشون، میگید پس این سایان چیکاره بود؟ مگه نبود؟ مگه رایگان آموزش نمیداد؟ مگه مشکلی داشتی مشکلتو حل نمیکرد؟ همه کارش جانمو براشون میدم، نگاه نکنید. اینا منو دوست دارن، من هزار بار بیشتر از خودشون دوستشون دارم. من میگیره کدوم آینده؟ روزگار ما کدوم آینده است؟ کدوم جوان آینده داره؟ لیسانس، فوق لیسانس، همه بیکار. داریم تو جمعمون، دانشگاهی داریم، لیسانس داریم، بیکار. کدوم آینده واقعا؟ آینده ای که اعتیاد خانمان سوزمون کرده. ما هیچ آینده ای نداریم واسه جوانامون. درس هم بخونن آخرش کاری نیست. پارتی، لابی های مختلف، هزینه های مختلف. شما که در رأس کار هستید جناب موسوی، میبینید دیگه خودتون ماشاءالله هزاران هزاران دانش آموز تا حالا تحویل جامعه دادید. هیچ آینده ای وجود نداره، هیچ آینده ای. اما من یه قولی میدم با تدابیری که من اندیشیدم، بستگی داره به حمایت شما. هیچ کدوم از ساکاریوهایی که با منن نمیذارم از لحاظ مالی و مادی و از لحاظ کاری رنج بکشن. از سوالات نترسید، از این روزگار بترسید. شما باید حامی اینا باشید، شما باید پشتیبان اینا باشید. روی سن اومدن که کاری نداره، شما باید پدر و مادر شجاعی باشید برای اینا در همه مراحل زندگی. بودنشون هم کنار من چند تا حسنم داره. به هیچ وجه من شاگرد مقدری نخواهم داشت، سراغ قیلون نخواهم رفت. بودن، خیلی بودن، اما یا ترکشون دادم یا اینکه اجازه ورود به سیستم ساکاریوها رو ندادم و نخواهم داد. خودم اهلش نیستم، نه اهل مشروبم، نه اهل ریاکاری هم نیستم. همه هم میدونم نه اهل دودم، نه اهل قیلیونم. من تفریح هم با ساکاریوهاس میریم بیرون، تمرین رزمی میکنیم. این تفریح سالم منه. دوست دارم ساکاریوها دزد و خائن نشن، دوست دارم ریاکار نشن، دوست دارم سر سفره ماویه نشینن، دوست دارم با شیطان همدست نشن، دوست دارم سر تعظیم به هر کت خدا و بت جاندار فرود نیارن. دوست دارم ساکاریوها بهترین جهان باشن. A conductor of this project. Thank you. در مورد اول فیلم و اینا داشت میگفت و در یه خوش آمد به شما گفت، ممنونم ازش. اینجا استرس گرفته. خب ما اومدیم اینجا یه بستری آماده کنیم بهشون، یه بستری آماده کنیم که روحیه بدیم، سن بیان رو سن کار انجام بدن، تا تو زندگیشون هم مراحلهای بالاتر از این اگر رفتن خودشونو گم نکنن، هیچ استرسی براشون وارد نشه. همینطور که دیدید من هدفم این نیست، هدفمو بهتون بگم. هدفم اینه بین خودمون بهترین دکترا رو داشته باشیم از ساکاریوها، بهترین تکنسین ها رو داشته باشیم، بهترین نخبگان و بهترین فیزیکدان ها و شیمیدان ها رو داشته باشیم و خواهم داشت. اطلاعاتی که خودم دارم تا به امروز، تجربیات علمی ورزشی خودم رو رایگان در اختیارشون گذاشتم، منبعم در کنارشون هستم، در جا به جا تنهاشون نمیذارم، در جای جای زندگی مثل کوه پشتشونم و میخوام بهترین باشن، برای جامعه نامبر وان باشن، به افتخار اون روزی که خواهد آمد دست بزنم. جالبه شعارهای من مثل شعار کسی که میخواد انتخابات شرکت کنه، اما من نه وارد انتخابات خواهم شد، نه وارد مجلس، نه شورای شهر، نه دوست دارم. خدمت به نظر من، کسی که هدفش خدمت باشه میتونه از بین مردم باشه و خدمت کنه. هیچ ربطی به سمت و به پست و مقام نداره، به خدا نداره. هر کسی به خاطر خدمتش میتونه به همون جایگاهی که هست بده. به زودی هم اینو قول میدم، سپتامبر یه مسابقه داریم، جولای مسابقه داشتیم ولی اینکه نتونستم بیام، میخوام 10 نفر از شاگردای برترم ببرم مسابقات جهانی بدون ورودی، بدون اینکه آزمون بدن. مسابقات جهانی میبرمشون و با طلا میارمشون کشور. انشالله که اون روزم حمایت کنید این شاگردا رو، ساکاریوها رو، و با طلا تا آخر تابستونم میخوام این کارو کنم. 10 نفر رو با خودم میخوام ببرم خارج از کشور برای مسابقات جهانی. Thank you.
خدمت دستگیر خسته شدید، یا نزنید یا میزنید قدرتی بزنید. یه قشنگه. یه موضوعی هست که مادرها اینجا از من خیلی خواهش کردن، خواهراشون، مادراشون. مادری به من میگفتش که تو رو خدا نگی چی میخورید، من باید بشینم همون که میخورید و برای این درست کنم. اینجاست مادره. مادر دستتو میبری بالا مردم ببینن ایناش. ببین اینو میخوام از ساکاریا خواهش کنم خانوادهشون اذیت نکنن. یه روز به من زنگ زدن گفتن استاد عطر چیه؟ گفتم کدوم عطره؟ ما دو تا عطر داریم، یه دونه کریستال نوئل میریم مراسم های کلاسیک میزنیم، یه دونه محفل های سنتی یه عطر مکه داریم میزنیم. گفتم مشهدو بکن یا عطر کریستال نوئل، عطر مشهدیه. گیر میده میگه که من عطر استاد میخوام، اسمشو گفتیم و خریم. میبره عکس منو آرایشگاه میگه موهای من اینطوری بزن مثل استادم بزن. نه من میخوام اینو بگم، این تقلیدها رو من دوست ندارم. چرا؟ ضرر میزنم به خودشون. موضوعی که میخوام بگم، شما لطف دارید، منم دوستتون دارم، اما ببینید یه روز یه شاگردی استادشو خیلی دوست داشت، عاشقش بود، شیفته استادش بود، حرکات استادشو زیر نظر داشت. استادش هر طور راه میرفت مثل اون راه میرفت، استادش هر چی میپوشید، استادش سفید میپوشید اونم سفید میپوشید، استادش سفید میپوشید اینم سفید میپوشید، استادش میدید سبزیجات رو اینا زیاد دوست داره، اینم گوشخاری و اینا رو ول کرد رفت سبزیجات خورد، استادش ریاضت میکشید سختی میکشید اینم رفت تخت خواب و برداشت رو زمین خوابید، ریاضت کشید. هر کاری استادش میکرد اینم انجام میداد. یه روز استاد از حال این باخبر شد که این خیلی داغون شده، حالش آشفته است، رفت به سراغش گفت چته چیکار داری میکنی؟ گفت استاد دارم مراحل تشرف رو میگذرانم. گفت خب؟ گفت سفید میپوشم چون نشانه پاکی و سادگی رو جستجو کنم، گیاهخواری میکنم تا جسمم رو پاک کنم، ریاضت میکشم تا به معنویات زیاد فکر کنم. استاد لبخندی زد و گفت بیا با هم بریم دشت. برداشت برد مزرعه، یه اسب سفید اونجا بود، اسب سفید رو نشونش داد، گفت اونم میبینی موهاش سفیده، مثل ما سفید پوشیده، مثل ما گیاهخواری میکنه، مثل ما رو زمین میخوابه، آیا اونم داره مراحل تشرف رو میگذرونه یا میخواد به زودی استاد بشه؟ ببینید تقلید قلبی منو کنید نه تقلید ظاهری منو. من دیگه تموم میکنم، عرائزم تموم، دارم میام پایین. یه موضوع هم بگم و تموم. سرتون درد اومد نه؟ نه خدایی. خب یه موضوع هم بگم، دوست دارم که ببینید حمایتتون از من از ساکاریوها با قلب باشه، با ذهن و زبان باشه. این حمایت شیادیه، دروغه. یعنی چی؟ این فلسفی، اونایی که عاشق فلسفن، اهل فلسفن، ذهن و زبان دروغی بیش نیست. همونطور که با ذهن و زبان میخواید ما رو قبول کنید الان میگید نه فلان خوبه، این همونطورم هم تحت تأثیر دیگران عوام قرار میگیره و ما رو تخریب میکنن. به ذهن و زبان نمیشه اعتماد کرد، اما کسانی که با قلب با ما هستن اگر هم یک اشتباهی در این اقیانوس بیکران خوبی های ساکاریوها ببینن، این بدی رو میذارن به حساب هزاران خوبی ها، این یک قطره رو میریزن میره، قاطی این اقیانوس خوبی ها نمی کنن. پس با قلب با ما همراه باشید، نه با زخم و زبان ها، نه با ذهن های شیادی. من بیشتر از این مصد اوقات نمیشم. حمایت معنویتون از ما این میشه، از امروز رفتید با غیرت باشید، پروفایلاتون، اینستاتون، جاهایی که هستید، پایان اسمتون اگه میخواید از ما حمایت معنوی کنید، مادی نمی کنید، به این شید یه ساکاریو اضافه کنید. حتما در آخر
جوانی خود را پیر کردم در آرزوی بزرگ شدنت تا پروازت را ببینم ای ساکاریا.